سلام، به برنامه امشب خوش آمدید. برای دوستان زیبایی که در خانه های خیش و خانه های تا حتی زیبا نشستند، امشب برنامه بسیار ویژه و مناسب خانواده خواهیم داشت امشب. در آستانه دیگر بود آن دوست، آن دوست در راه نی بود شد پرواز. در عملیات سوسک در کنار غلامی در نزدیکی پرواز میکرد. آن دوست چه بود وقتی آن یکی دوست چه گفت؟ و اکنون با مهمان امشب این برنامه، خانم سمیرا رضازاده، در کنار دوستان خواهیم بود. خانم خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز. سلام، قربان شما، شما خوب هستید؟ مرسی، شما خوب هستید. ما شنیدیم که در دانشگاه برکلی شما خیلی مواقع میرین شب شعر با دوستان و انتلکتوله‌های ایرانی ما، صحبت‌های شاعرانه می‌کنین و شعر می‌گین و شعر به قول معروف اکسچنج میکنی. بله، و حتما شما باید بیاین، برای اینکه اینجوری که شعراتون بسیار قشنگه و هیچ بعدم نمیدینم قهوه شما. بله، خیلی ممنون. قهوه منه. بله. خب خانم رضازاده، در کنار این کارها و تمام اکتیویتیت هایی که شما دارین، ما یه اورگنایزیشن خیلی کوچولوی هستیم که دوست داریم فرهنگ ایرانی رو به خارجی ها نشون بدیم. مخصوصا چه جالب. بله، مخصوصا موفق شدی تا اینجا به من حدی ببینم. اینجا به من گفتن که شما رو در بی بی سی فارسی بله، همینجا نوشتن. بله بله، درسته. بله، شما در بی بی سی فارسی بودین. بله، خانم رضازاده در بی بی سی فارسی بودن. بله، در بی بی سی فارسی من یه کالم می نوشتم راجع به فرهنگ شترمرغ نگه داشتن در ایران. او این برای من جالبه، چون خوندم چند روز پیش در روزنامه که این دیسکاشن بسیار مردم رو ناراحت میکنه، اذیت میکنه. چرا؟ چون واقعیته، یک حقیقتیه که در حال اتفاق افتادن و روی دادن هست. بله، مردم ناراحت میشن. بله، نمیدونم چرا. چرا؟ من نمیدونم، فرهنگ شورت مرغ نگردش. شطور مرغ. بله ببخشید، این از قرقا همیشه ما ایش میدن قبل از که بیان برنامه شما رو فراموش کنیم. از قرقا هر دفعه میایم به تو این برنامه شما یه چی به ما میدن. عاشق کی؟ عاشق زندگی. برنامه رو با عشق تموم میکنیم.
روزی صدایت میشنیدم، هر به کویت میکشیدم، زیر بارم آسمان ها بود.